رسانه‌های خبری ایران در 20 اسفند 1387 10 مارس 2009 اعلام کردند که محمد احسانی، کارگران جوان و عضو انجمن جهانی مستندسازان و خانه سینمای ایران، مدت 8 ماه است که به اتهام عضویت در پروژه براندازی نرم در بند 209 زندان اوین بازداشت می‌باشد. به گزارش ادوار نیوز، این کارگردان جوان 16 تیر ماه 87 به شکل غیرمنتظره‌ای و در جریان مراسم ازدواجش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ 5 بهمن، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از کشف جریان براندازی نرم و بازداشت 4 نفر در این مورد خبر داده بودند. به گزارش تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 2 پزشک محقق ایدز به نامهای آرش و کامیار علایی، محمد احسانی و خانم سیلویا هارتونیان، ارمنی 33 ساله ایرانی که محقق روش‌های زایمان می‌باشد، 4 نفری هستند که 30 دی ماه مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و دستگیری شبکه آنان تحت عنوان پروژه براندازی نرم در ایران سخن گفته بود. اولین بار در 11 مرداد ماه حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود آمریکا قصد نفوذ به ایران را دارد و به غیر از استفاده از شیوه های تند و خشن از راه های دیگر هم اقدام می کند. به همچنین از بازداشت تعدادی در این رابطه خبر داده بود. قاضی حداد بازداشت شدگان را متهم کرد که در قالب سمینارهای علمی اقدام به جذب نیرو نموده تا با برنامه ریزی برای اعزام به خارج از کشور آنها را جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی آموزش دهند. به گزارش مهر، در 24 دی ماه نیز دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی صدور بیانیه اعلام کرده بود شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهمین پرونده شبکه براندازی جمهوری اسلامی ایران را به حبس محکوم کرده است. به گزارش ایرنا، همزمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، خاطر نشان کرده بود برادران علایی و 2 مزن دیگر متهم به داشتن ارتباط با دشمنان نظام و تضعیف جمهوری اسلامی شده و بر اساس رأی دادگاه آرش به 6 سال و کامیار به 3 سال زندان محکوم شدند. ادوار نیوز خاطر نشان ساخته است که تا کنون نام احسانی به طور دقیق مشخص نشده بود و وی به گزارش روز آنلاین متهم ردیف 3 پرونده براندازان نرم محسوب می شود. به گزارش سامانه خبری روز، احسانی که از معدود هنرمندان و فیلمسازان ایرانی عضو انجمن جهانی مستندسازان می باشد، ارتباطات گسترده و آشکاری با جوامع سینمایی جهان از یک سو و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی از سوی دیگر داشته است. بر اساس همین گزارش، این کارگردان و مستندساز جوان که متولد شهر تبریز در سال 1352 و فارغ التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی می باشد، ظاهراً تمامی زمان بازداشت 8 ماهه خود را در بند 209 زندان اوین گذرانده و رسانه ها و نهادهای حقوق بشری از وضعیت وی بی اطلاع بودند. این گزارش می‌افزاید دادگاه انقلاب این کارگردان سینما را به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 3 سال حبس محکوم کرده و رسماً اعلام شده که پرونده وی در کنار پرونده برادران علایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. روز آنلاین آغاز اتهام احسانی را از درخواست سال گذشته اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد، از وی جهت دعوت از اعضای مؤسسه فرهنگی آمریکایی انجمن آسیایی نیویورک و موزه متروپولیتن آمریکا به ایران اعلام نمود. در ادامه این گزارش آمده است که اردیبهشت ماه هیئتی از آن مؤسسه غیر نظامی که برخی از مقامات ایران هم با آنان همکاری داشته و در آن سخنرانی کرده بودند، با استقبال دولتی و رسمی مشایی وارد ایران شده بود. همزمان با آن مسئله، رحیم مشایی طی سخنان جنجال برانگیزی از دوستی با مردم آمریکا و اسرائیل سخن گفته بود که واکنش‌های تندی را در بر داشت. در 10 خرداد ایرنا نیز از ساخت فیلم مستند موسیقی ایرانی توسط احسانی و به درخواست انجمن آسیایی نیویورک و موزه متروپولیتن آمریکا خبر داده بود. فیلم‌های مستند رخش بر نقش،
پولکه، بازار زار، تبریز، تصاویر دنیای فراموش شده از جمله آثار احسانی هستند که جایزه های جهانی نیز برده است. آخرین مستند وی هم بی‌نشان نام داشت که زندگی مهدی باکری از فرماندهان شهید سپاه پاسداران در جریان جنگ ایران و عراق بود. سامانه خبری فعالان حقوق بشر دو مستند ایدز ایران 83 و زخم بر پلنگ با مضمون مواد مخدر در ایران را از مستندات پرونده بازداشت وی اعلام کرد. همین منبع خبری به نقل از شاهدان از آسیب‌های روانی شدید احسانی خبر داده و می‌نویسد وی علی‌رغم اجازه بازجویان به دلیل وحشت حاضر به برداشتن چشم‌بند خود حتی در فضای عمومی بند 209 یا سالن ملاقات نیز نمی‌شود و طی 5 ماه اخیر حاضر به تعویض یا شستشوی لباس‌های خود با عنوان اینکه قرار است آزاد شود نشده است.